سلام، امروز اومدم با معرفی یک رمان عاشقانه در بحبوحه جنگ جهانی دوم که از پرفروش‌ترین‌های آمازون بوده و سال 2017 نامزد جایزه کتاب رمانتیک سال شده. سزن نوشته خانم سوریا ام لین. این کتاب اسم اصلیش Wives of War هست، یعنی همسران جنگ، که توی ایران با نام سزن ترجمه شده. همونطور که از اسم رمان مشخصه، قهرمان‌های این رمان سه تا زن هستن. یعنی برعکس اکثر رمان‌های جنگی که شخصیت اولشون مرد هستن، تو این رمان شخصیت اصلی زن هست. و تفاوت دیگه که این رمان با بقیه رمان‌های جنگی داره، فضای داستانشه. نه تو جبهه هست، نه اردوگاه کار اجباری و نه صحبتی از یهودی‌هاست و ظلمی که نازی‌ها بهشون می‌کنن. فضای این رمان تو دل بیمارستان‌های صحراییه که پشت جبهه است و پشتکار دل و جرأت و از خودگذشتگی که دکترها و پرستارها از خودشون نشون میدن رو به تصویر میکشه. کتاب 350 صفحه است و توسط انتشارات کوله پشتی منتشر شده با ترجمه فیروزه مهرزاد، که خب هم از انتشاراتش راضی بودم، کتاب سبکه و فونت خیلی خوبی داره، و هم از ترجمه‌اش راضی بودم که خیلی روان بود. امتیاز این کتاب توی گودریدز 4.1/5 هست. امتیاز خودم به این کتاب 4/5. بچه این که به یک کتاب امتیاز 4/5 میدم به این معنی نیست که کتاب ضعیفیه. 4/5 به این معنیه که از خوندنش لذت بردم، ولی عالی ترین کتابی نیست که خوندم. همین. خب داستان شروع خوبی داره و این روند هیجان انگیزش رو تا آخر کتابم حفظ میکنه. از زبان اول شخص بیان میشه و راویهاش همین سه تا زن هستن به نام های اسکارلت، الی و لوسی. فقط بچه ها یه نکته که لازم بدونید اینه که داستان طوری نیست که شما فکر کنید پس با یک رمان جنگی سر و کار دارید که سراسر چالشه و گره های جنگ رو براتون باز میکنه. نه، این رمان قبل از اینکه بخواد جنگی باشه یک رمان عاشقانه است. ماجراهای سه تا زن که تصمیم میگیرن شجاع باشن، یا حداقل ادای شجاع بودن رو در بیارن و برن پشت جبهه های جنگ و در حد توانشون به کشورشون خدمت کنن. و اگه بخوایم یه خورده هدفشون رو شخصی تر کنیم، دنبال نامزد گم شدهشون یا برادر گم شدهشون بین مجروحا بگردن. بنابراین با اینکه تلخی‌های زمان جنگ رو روایت می‌کنه، با اینکه از آسیب‌های میگه که جنگ روی روح و روان آدمو می‌ذاره، خیلی گزنده و آزاردهنده نیست و بیشتر داستان حول احساسات، ترس‌ها و نگرانی‌های این سه تا زن می‌گرده. و حتی در نهایت یه خورده هم شرایط ایدئالیست میشه. پس اگه دلتون هوای یک رمان عاشقانه کرده و اگه دوست دارید ماجراهای جنگ رو از یک بعد متفاوت ببینید، این کتاب پیشنهاد من به شماست. خب اگه تا این لحظه ویدیوی من رو دوست داشتید، می‌خواستم بدونید که من هر هفته کتابای مختلف با ژانرهای مختلف تو این صفحه معرفی می‌کنم و سعیم بر اینه که کامل‌ترین معرفی رو در اختیارتون بذارم. اگه دوست دارید همچنان بدون خستگی به کارم ادامه بدم، لطفاً با لایک‌ها و کامنت‌هاتون به من انرژی بدید. حالا بریم سراغ داستان و معرفی کامل شخصیت ها. بچه تو این بخش هیچ اسپویلی نداریم، فقط یه معرفی کلی از شخصیت هاست، پس نگران لو رفتن داستان نباشید. داستان این کتاب مربوط به سال 1944، یعنی یک سال قبل از تمام شدن جنگ جهانی دومه و ماجراهاش توی لندن و فرانسه اتفاق میفته. یکی از شخصیت های اصلیش اسکارلت هست که عضو طبقه مرفه جامعه است و بنابراین شرایط جنگی تأثیر چندانی روی سطح رفاهشون نذاشته، تا روزی که اسکارلت تصمیم میگیره برای پیدا کردن نامزدش که ماه هاست ازش نامه‌ای نرسیده پرستار بشه و بره بیمارستان‌های صحرایی تا شاید بتونه خبری از نامزدش پیدا کنه. یکی دیگه از شخصیت‌ها الی هست که از طبقه پایین جامعه است و شخصیت خیلی پرشور و هیجانی داره که همین موضوع باعث میشه خیلی زود با اسکارلت دوست بشه. الی از اینکه تو شرایط جنگ تو خونه بشینه و هیچ کاری برای کشورش نکنه حس خوبی نداشته و با اینکه سه تا برادرش هم توی جنگ هستن، تصمیم میگیره خودش هم به عنوان پرستار به کشورش خدمت کنه. و در نهایت لوسی، یک دختر شجاع و خونسرد که خیلی تو کارش جدیه و نیروی کمکی خیلی مهمی توی بیمارستان‌های صحرایی محسوب میشه. خب حالا اینکه این سه تا دختر میتونن با شرایط جنگ خودشون رو وفق بدن یا نه و اینکه چه ماجراهایی براشون پیش میاد و در نهایت چه سرنوشتی در انتظارشونه، چیزیه که باید خودتون کتاب رو بخونید و در جریانش قرار بگیرید. مرسی که تا این لحظه منو همراهی کردین. اگه پیشنهاد یا انتقادی دارید، خوشحال میشم که تو کامنت‌ها باهام در میون بذارید. خدا نگهدار.